اینجا لندن است رادیوی بی بی سی تهران، 8 در کابل افغانستان، 8 نیم در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اینجا لندن است. شنونده برنامه خبری رادیو بی بی سی هستید. یک روز بعد از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و یک بریتانیایی در حمله در عراق، ارتش آمریکا گروه شبه نظامی کتایب اهل حق کسوی سوی ایران حمایت می شود را هدف قرار داده. وزیر دفاع آمریکا میگوید قصد جنگ با ایران را ندارد اما آماده است تا چنین جنگ احتمالی را به پایان برساند. میپرسیم آیا تنش میان دو کشور دوباره اوج می گیرد؟ کرونا همچنان خبرساز است تعطیلی های گسترده در کشورهای مختلف برای مهار این ویروس رئیس جمهوری فرانسه میگوید با جدی ترین بحران بهداشتی یک قرن اخیر مواجهیم در ایران علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران تازه ترین مورد است که احتمال ابتلایش به ویروس کرونا مطرح شده همه اینها در چشم بامدادی امروز رادیو بی بی سی بعد از شنیدن تازه ترین خبرهای جهان از تهیه کننده برنامه محمد سباهی. درود و روز روزگارتان خوش وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده که چند هدف گروه شبه نظامی کتایب حزب الله در عراق را بمباران کرده گروهی که از طرف ایران حمایت می شود و به گفته آمریکا روز چهارشنبه با پرتاب کاتیشویا یک پایگاه در شمال بغداد دو نظامی آمریکایی و یک بریتانیایی را کشت کامبیز فتاحی از واشنگتن گزارش می‌دهد پنتاگون میگوید پنج انبار تسلیحات کتایب حزب الله را با هواپیماهای جنگنده هدف قرار داده به تلافی حملات راکتی مرگبار روز چهارشنبه این گروه از تلفات احتمالی حمله تازه آمریکا هنوز گزارشی منتشر نشده عملیاتی که آمریکا میگوید دفاعی بوده و در صورت لزوم احتمالا دوباره تکرار خواهد شد خبرهای جاری از بی بی سی فارسی میشنوید کرونا همچنان موضوع داغ دنیاست. در اروپا، پرتغال و بلژیک جدیدترین کشورهایی هستند که مدارس را از ترس گسترش بیشتر بیماری کوید 19 تعطیل کردند. در بلژیک مشروب فروشی ها و رستوران ها هم از روز شنبه تعطیل می شوند. فرانسی، میشه رئیس جمهوری فرانسه مدارس و دانشگاه ها را از هفته آینده تعطیل اعلام کرد. بیش از 60 نفر در این کشور بر اثر ویروس کرونا جان باختند. شمال جان در ایتالیا هم به بیش از هزار نفر رسیده. در خبری دیگر با باز شدن بازارهای سهام شرق آسیا باز هم کرونا و های سهام را پایین کشید و بازار سهام را افت شدیدی کرده است. در دنیای ورزش هم فرانسه همه مسابقات فوتبال را معلق کرد و مسابقه جایزه بزرگ استرالیا هم که قرار بود همین یکشنبه برگزار شود لغو شده. در ایران رهبر با اشاره به اح... رهبر کشور با اشاره به احتمال حمله بیولوژیکی دستور داد نیروهای مسلح ایران قرارگاهی برای مبارزه با کرونا و کمک به مردم ایجاد کنند. وزارت بهداشت ایران هم اعلام کرد تا روز پنجشنبه 22 اسفند 429 نفر به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بنابر آمار این وزارتخانه شمار مبتلایان به این ویروس در ایران به 10075 نفر رسیده و یک قاضی آمریکایی دستور آزادی فوری چلسی منینگ پژوهشگر پیشین ارتش آمریکا را داده که متهم به فاش کردن اطلاعات حساس بوده به رادیو بی بی سی گوش می کنید. وقتتون به خیر هر جای دنیا که هستید من ناصر مدنی هستم. تازه ترین خبرهای جهان در این ساعت از عراق است. ارتش آمریکا ساعتی پیش تأسیساتی مرتبط با گروه شبه نظامی کتایب حزب الله در عراق را هدف حملات هوایی خود قرار داده. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید این گروه شبه نظامی وابسته به ایران مسئول حمله راکتی دو شب پیش به یک پایگاه نظامی در شمال بغداد است که در پی آن کشته شدن دو نیروی آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی اتفاق افتاد منابعی در وزارت دفاع آمریکا میگویند تأسیساتی که از گروه کتایب حزب الله هدف قرار داده شده انبار تسلیحات و هواپیماهای بدون سرنشین این گروه شبه نظامی بوده پیشتر مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته بود همه گزینه‌ها برای تلافی حمله به نیروهای آمریکایی روی میز است رئیس جمهوری آمریکا هم به او اختیارات لازم را داده بود که در این زمینه تصمیم بگیرد کامبیز فتایی خبرنگار ما از واشنگتن همین حالا روی خط با ماست. کامبیز وزارت دفاع آمریکا چه جزئیاتی از حمله به تأسیسات این گروه شبه نظامی منتشر کرده خب پنتاگون در بیانیش جزئیات زیادی منتشر نکرده منتها رسانه های عربی مثل المیادین یا الجزیره میشه گفت که جزئیات بیشتری رو دارن منتشر میکنن از آنچه که هدف قرار گرفته گفته میشه که در استانهای صلاح الدین، بابل و کربلا همینطور در حوالی کربلا اهداف کتایب حزب الله بمباران شده ظاهرا یکی از این اهداف یک فرودگاه در حال احداث در پایگاهی بوده که اون هم بمباران شده تصاویر و ویدیوهای محدودی هم از آنچه که نسبت داده میشه به برخی از این حملات در شبکه های اجتماعی عربی رو شاهدش هستیم که گفته میشه که حداقل یکی دو تا از این مراکز هست و حال چیزی که هنوز مشخص نیست تلفات احتمالی هست طرف آمریکایی هیچ رقمی رو منتشر نکرده و از اون طرف هم در رسانه های عربی هم میبینیم آماری دقیقا منتشر نشده و منتها اون چیزی که امریکایی ها میگن در بیانیه رسمیشون این هست که پنج انبار و پنج در واقع هدف رو مورد بمباران قرار دادند که میگن انبار تسلیحات کتاب بهزولاه بوده که با این ادوات و با این تجهیزات به نیروهای آمریکایی و اعتلاف حمله میکردن از جمله در حملات اخیر و گفته میشه که با این حمله طرف آمریکایی در واقع داره ادعا میکنه که ضربه قابل توجهی زده در کاهش توانایی این گروه برای حمله به نیروهای اعتلاف به حال در خبرگزاری ها به نقل از مقامات دولت عراق هم اومده که البته چهار هدف چهار محل هدف قرار گرفته منطقه آمریکایی ها میگن پنج هدف رو بمباران کردن به حال جزئیات بیشتری رو به احتمال بسیار زیاد امروز که ام در عراق وقتی که به حال با فرار رسیدن صبح به احتمال بسیار زیاد بیشتر شاهدش خواهد هستیم که ببینیم دقیقا دامنه این خسارات چه بوده و همینطور چه تلفاتی رو به جای گذاشته این حملات آمریکا از این گروه کتای به حزب الله چی میدونیم خب کتایب زولا از گروه های بسیار متحد و نزدیک به ایران هست ابو مهدی مهندس رهبر این گروه همون کسی بود که با قاسم سلیمانی هدف قرار گرفت چند ماه پیش توسط آمریکا یا و کشته شد در گذشته هم درگیر شده در بعد از حمله ای که به این گروه نسبت داده شد بود که آمریکا به شماری از اعضای این گروه رو در بمبارانی کشت و بعد مسئله کشتن قاسم سلیمانی پیش اومد درگیریی که در پشت سفارت در واقع به حمله ای که به سفارت آمریکا در بغداد شد میشه گفت در رأس این درگیری های اخیر بوده با آمریکا و از گروه های نیابتی بسیار نزدیک به ایران هست و به حال میبینیم که دور این چرخه خشونت دوباره داره اوج میگیره و داره تکرار میشه و به نظر میاد که این گروه به حال میخواد حداقل ها معتقدن که انتقام کشته شدن رهبر سابقش رو بگیر البته بعد این رو اشاره بکنم که حملاتی که به پایگاه تاجی شد که در اون یه دو آمریکایی و یک بریتانیایی کشته شدن رو هیچ گروهی مسئولیتش رو بر عهده نگرفت منتها اینجا در واشنگتن مقامات بعد از 24 ساعت انگشت اتهام رو به سمت کتائب گرفتن و و حال در وزیر دفاع آمریکا رو آقای ترامپ بهش این اختیار و دستور رو داد که واکنششون بده که در واشنگتن مارک سپر وزیر دفاع آمریکا صحبت از سلافی اعتمادی کرد و ساعتی بعد هم خبر حمله این حملات هوایی اومد که البته تا این لحظه دامنه دامنه خسارات و تلفاتش دقیقا مشخص نیست به از آنچه که در برخی از رسانه‌های عربی منتشر شده ممنونم از تو کامبیز کامبیز فتاقی خبرنگار ما در واشنگتن برای گفتگوی بیشتر در این باره مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن در آمریکا با ماست آقای بروجردی تقریبا دو ماه پیش اتفاقی دقیقا مشابه با روندی که تو این دو سه روز گذشته طی شده اتفاق افتاد کتایب حزب الله به یک پایگاه در عراق حمله کرد یک نیروی آمریکایی کشته شد و بعد آمریکا در جواب نه تنها مواضع این گروه رو هدف قرار داد بلکه فراتر از اون چند روز بعد ابو مهدی مهندس و قاسم سلیمانی رو هم هدف قرار داد و تنش در روابط ایران و آمریکا به اوج خودش رسید این بار چطوره آی بروجردی آیا ممکن حملاتی بیشتر از سوی آمریکایی ها در راه باشه ببینید من فکر می کنم همین که امریکایی ها تصمیم گرفتند که هر گونه حمله ای رو بهش پاسخ بدن، اما پاسخشون به این شکل باشه که بدون اینکه به جای اینکه بخوان برن به طرف مرز ایران یا حتی سپاه پاسداران به انوارهای مهمات کتائب حمله کردن، این پیغام رو داره به ایران و به این گروه میرسونه که ما جواب شما رو خواهیم داد اما لزومن علاقه ای به ادامه دادن و یا سطح این تنش رو بالا بردن نداریم مسئله‌ای که هست فکر میکنم که سوال اساسی واقعا این است که حالا به چه دلایلی درست دو ماه بعد از اینکه این نظم بازی عوض شد این گروه به اقدام به این کار کرده اگر واقعا مسئولیتش با کتایب حزب الله باشه ببینین اول اینکه همونجوری که در گزارش شما بود میتونه این باشه که بخوان خب انتقام کشته شدن آقای مهندس رو بگیرن از یه طرف دیگه از دو هفته پیش هم فرمانده کتایب شروع کرده بوده و اعلام این کردن که امریکایی ها باید نیروی خودشون رو از عراق بیرون ببرن و اگر نه ما حملات خودمون رو به اونها شروع میکنیم این مسئله به نظر من امروزه وضع رو برای همه بحرانی کرده ببینین از یک طرف مسئله بحران کرونا قیمت نفت رو پایین آورده و بنابراین چه دولت ایران و چه دولت عراق در یک وضعیت تری نسبت به گذشته هستند از سوی دیگه این, این حملاتی که امریکا در جواب کتاب از کرده بدون اجازه دولت اراق داره صورت میگیره و بنابراین لزوما خوشایند دولت عراق هم نیست امریکا هم نیاز داره که با دولت اراق همکاری بکنه برای مبارزه با نیروهای بازمانده داعش از نقطه نظر ایران اوضاع چطوره آقای بروجردی در اوج بحران از کرونا گرفته تا های اجتماعی آیا ایران در چنین شرایطی اولویت رو بر حمایت از گروه های شبه نظامی منطقه قرار میده در شرایطی که شما هم اشاره کردید که خیلی بعید به نظر میومد اومد که کتایب حزب الله دو ماه بعد از شدت گرفتن بحران میان ایران و آمریکا بیاد و چنین دوباره دست به اقدامی بزنه این با هم دو, دو نظر راجبش وجود داره یکی این هست که کتاب از بدون چراغ سبز ایران یک چنین کاری رو نمیکنه که خب این یک نظر است نظر دوم این هست که نه این گروه ها اگرچه حمایت مالی و لاجستیکی از ایران دریافت میکنن اما لزوما به این معنی نیست که تمامی سیاست های خودشون رو میخوان همسو با ایران باشه یا با اجازه ایران باشه برحال اونها هم در بازی های سیاسی داخلی عراق رقبایی دارند. دارن سعی میکنن خودشون رو به صدا مطرح بکنن لانسه بکنن در اون جامعه و بنابراین این امکان هم وجود داره که واقعا کتاب داره این کارها رو میکنه بدون اون چراغ سبز ایران این هم عنوان یک احتمال دوم فکر می کنم اینجا مطرح است به نظر من با در نظر گرفتن پاسخی که ایران داد در رابطه با کشته شدن آقای قاسم سلیمانی و بعد از اون که یک مقدار مقدار تنش سطح تنش رو پایین آوردن با امریکا در عراق بعید هست در این مرحله ای که واقعا کشور از لحاظ اقتصادی ورشکسته است و بحران و کرونا تمام حکومت رو عاجز کرده بخوان دست به یک کار عملیات این شکلی بخوان بزنن که طبعاتش بدون شک میتونه بسیار بد باشه ممنونم از شما مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک در واشنگتن آمریکا چشمانداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن می شنبید. مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان هر روز از ساعت هفت تا نه صبح به وقت تهران خب بریم سراغ موضوع داغ این روزها کرونا این ویروس در کشورهای مختلف جهان همچنان عده بیشتری را مبتلا می کند همچنان شمار کشته شدگان بر اثر ابتلا به این بیماری هم بالاتر می رود ویروسی که حالا دیگر سازمان بهداشت جهانی آن را یک بیماری عالمگیر توصیف کرده مدرسه ها در خیلی از نقاط جهان تعطیل شده و حتی در خیلی از ایالت های آمریکا تجمع های بزرگ هم ممنوع شده در آخرین ساعت قبل از اجرایی شدن ممنوعیت های جدید آمریکا برای ورود پروازهای اروپایی به این کشور عده بسیاری در فرودگاه های اروپا حالا دارن تلاش میکنن که خود را در آخرین پروازها جای دهند و به آمریکا برسند شمار مبتلایان ثبت شده ویروس کرونا در جهان به بیش از 130 هزار نفر در 118 کشور رسیده و آمار رسمی مرگ هم از 4700 نفر بیشتر رفته. جزئیات بیشتر از هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن. در آخرین ساعت‌هایی که میشد کسی از کشورهای حوزه شنگن اروپا وارد آمریکا شود، بسیار افراد در فرودگاه ها منتظر بودند به آخرین پروازها برسند. ممنوعیتی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در نطق زنده چهارشنبه شب به وقت پایتخت ایالات متحده اعلام کرد. نطقی که برای خیلی از آمریکایی ها شاید تازه این بحران را جدی و ملموس کرد رئیس جمهوری آمریکا میگوید این محدودیت ها شاید بیش از یک ماه که اعلام کرده باقی بماند اعداد گمان زنی ها درباره میزان شیوع بزرگتر و بزرگتر می شود مثلا در ایالت اوهایو که مسئول بهداشت و درمان گفته شواهد نشان میدهد یک درصد مردم ایالت مبتلا شدند که می شود بیش از یک هزار نفر معادل کل تعداد مبتلایان شناسایی شده در جهان به گفته سازمان بهداشت جهانی حالا شمار مبتلایان ثبت شده به 130 هزار نفر در 118 کشور جهان نزدیک می شود و آمار مرگ هم از 4700 نفر فراتر رفته. کارشناسان میگویند نکته در همین است که در کشورهای مختلف همه مبتلایان شناسایی نمی شوند. در آمریکا این بیشتر هم زیر زربین قرار گرفته چون به دولت انتقاد می شود که به موقع و به اندازه کافی امکان آزمایش کرونا فراهم نکرده. از جمله آنتونی فاوچی ایمنی شناس و رئیس مؤسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا که در جلسه کنگره زیر ضرب سوال های نمایندگان مجلس بود the system, the system... <تصفح> نظام درمانی ما واقعا برای چیزی که الان لازم داریم طراحی نشده این یک ضعف باید به این مسئله اذعان کنیم. شیوه ای که نظام درمانی ما طراحی شده اینه که شما آزمایش میخواهید پزشک درخواست میکنه و بعد آزمایش در اختیار شما قرار می گیره. نظام درمانی ما اونطور چیده نشده که همه به سادگی به آزمایش کرونا دسترسی داشته باشند آیا باید اونطوری می بودیم ؟ بله، ولی نیستیم شاخص سهام در بازارهای بورس جهان باز هم سقوط کرده. در وال استریت شاخص بازارها حدود ده درصد پایین افتاد بدترین روز برای بازارهای بورس نیویورک، از روز موسوم به دوشنبه سیاه در 33 سال پیش سقوطی که ساعاتی قبل از آن هم بورس فوتسی لندن شاهدش بود نگرانی از شیوع ویروس کرونا تمهیدات پرشمار و پیاپی -پی به دنبال داشته در آمریکا که آزادی های مدنی و قانون اساسی جایی برای تصور ممنوعیت های اجتماعی کامل نگذاشته چندین ایالت دارند تجمع پرتعداد افراد را قدغن میکنند از تعطیلی نمایش های خیابان برادوی نیویورک گرفته تا توقف رویدادهای عمده ورزشی در ایالتهای مختلف شهر های دیزنیلند هم اعلام کردند میبندند همان موقع که شهر بازی دیزنیلند در چین دارد دوباره باز میکند دولت چین میگوید از قله شیوع عبور کرده این کشور که مبدع شیوع بود روز پنجشنبه فقط 15 مورد جدید از ابتلا ثبت کرده حالا چین محدودیت های اعمال شده بر میلیونها نفر را برداشته و آنها را به بازگشت به کسب و کار تشویق میکنند با این بازگشت به روال عادی زندگی برخی کارشناسان درمانی نگران شیوع مجدد این ویروس در چین هستند همزمان تایید شده که همسر نخست وزیر کانادا به ویروس کرونا مبتلا خود نخست وزیر هم اعلام کرده بود خودش را قرنطینه میکند و از خانه به کارش میرسد در اروپا هم با رویکردهای مختلف از قرنطینه و تعطیلی مطلق در ایتالیا گرفته تا توصیه بهداشتی در آلمان با تب کرونا مواجه شدند بیماری که فعلا هیچ واکسنی جز شستشوی مرتب دست و رعایت توصیه های بهداشتی ندارد. حادیه نیلی گزارش میداد. در ایران اما آیت الله خامنه ای میگوید این احتمال مطرح است که شیوع ویروس کرونا در این کشور حمله بیولوژیکی بوده باشد. و این فرضیه را در فرمانی مطرح کرده که خطاب به سرلشکر محمد حسین باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا نوشته بود. همزمان در حالی که وزارت بهداشت ایران هر روز آمار مرگ به علت کرونا 2019 را اعلام می کند، بین این آمار و آنچه مقام های محلی یا دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کردن تفاوت قابل ملاحظه وجود دارد آخرین آمار رسمی که از سوی وزارت بهداشت ایران مطرح شد 429 مورد مرگ بوده اما مجموع آمار دانشگاه های علوم پزشکی استان نشان میدهد بدون در نظر گرفتن فوت شدگان در استانهای های قم و تهران در ایران دست کم تا کنون 780 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند در تازه ترین مورد علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله ای که ریاست بیمارستان مسیح دانشوری را هم به عهده دارد از جمله مقام است که به تازگی خبر قرنطینه منتشر شده جزئیات بیشتر از تحولات در ایران از باران عباسی پنجشنبه وزارت بهداشت تازه ترین آماری رو که از شیوع کرونا داره اعلام کرد گفتش که در 24 ساعت 75 نفر دیگه جان خودشون رو از دست دادن و بیش از هزار نفر مبتلا شناسایی شدن که این در کل شماره رسمی جان باختگان رو به 429 نفر میرسونه و مبتلایان رو به بیش از 10000 نفر وزارت بهداشت گفته که بیش از 3000 نفر هم بهبود پیدا کردن مقام های ایران همچنان با قرنطینه کردن شهرها مخالفن ولی از مردم خواستن که در خونه بمونن وزیر بهداشت انتقاد کرده از کسایی که مسافرت گفته که این افراد به توصیه ها توجهی نمی و متوجه نیستن که الان ایران در یک وضعیت استثنایی قرار داره و باید مراعات کنند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. رهبر ایران هم صحبت کرده گفته که شواهد وجود داره که کرونا احتمالا در نتیجه یک حمله بیولوژیکی ممکنه بوده باشه آیت الله خامنه ای نامه ای نوشته به صداد کل نیروهای مسلح خواهان سازماندهی اقدامات نظامیان در کنترل بحران شده و گفته که بیمارستان صحرایی اگر تشکیل میدن نقاهتگاهی اگر که درست میشه اینا میتونه در شکل یک قرارگاه بهداشتی و درمانی باشه و جنبه رزمایش دفاع بیولوژیک هم میتونه داشته باشه برای نیروهای مسلح همچنان اما به نظر میرسه که تمرکز مسئولان روی اینه که مردم از سفرهای نوروزی خودداری کنن ایران الان مسئله دیگهی که هست اینه که از صندوق بینالمللی پول خواسته که کمک کنه نامه نوشته رئیس بانک مرکزی و گفته که صندوق بینالمللی پول قبلا اعلام و آمادگی کرده بوده که به اعضا کمک کنه تا بتونن از با تبعات اقتصادی شیوع کرونا مقابله کنن و ایران در این نامه خواستار پنج میلیارد دلار کمک شده کمک اضطراری از صندوق بین المللی پول در همین زمینه آقای ظریف هم صحبت کرده جواد ظریف نامه نوشته به دبیر کل سازمان ملل و تلویحا گفته که دلیل اینکه انقدر سیستم درمانی ایران تحت فشار بعضی از امکانات بهداشتی در اختیار کارمندان وزارت بهداشت نیست کارمندان بیمارستان ها و پرستاران نیستش اگر ماسک ندارن اگر به دارو دسترسی ندارن به خاطر اینه که محدودیت های زیادی وجود داره به نظر میرسه که اشارش به تحریم های آمریکا باشه و مستقیما خواستار این شده که تحریم های آمریکا رفت بشه با بارانه عباسی اینجا در استودیو درباره تازه ترین اخبار اطلاعات درباره ویروس کرونا در ایران گفتگو می کردم هم که در صحبت های بارانم بود در حالی که آمار رسمی موارد ابتلا به کرونا در ایران به بیش از ده هزار مورد رسیده محمد جواد ظریف دیروز نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت خواستار رفع تمامی تحریم های ایالات متحده علیه ایران شد برای مقابله با ویروس کرونا همزمان او وزیر خارجه ایران و رئیس بانک مرکزی اعلام کردند که تقاضای 5 میلیارد دلار کمک کردند از صندوق بین المللی پول چون صندوق بین المللی پول قبلا اعلام کرده بود که 50 میلیارد دلار رو در نظر گرفته با قاسم شل سعدی، کارشناس حقوق عضو میخوام با جواد شل کارشناس حقوق تجارت بین الملل در پاریس در این باره گفتگو کردم از او پرسیدم کشورهای زیادی از صندوق بین المللی پول درخواست کمک کردند چقدر ممکن است که این نهاد با پرداخت کمک به ایران موافقت کند و نفوذ آمریکا بر تصمیم گیری های این نهاد یعنی صندوق بین المللی پول چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ خب صندوق ملالی پول در واقع قبلا گفته بود که به کشورهایی که دچار آسیب های شدید از کرونا شدن یا اینکه شرایط وخیمی توشون ایجاد داره ایجاد شده کمک های رو میکنه این قبلا گفته شده بود ولی مسئله که وجود داره این هست که صندوق ملالی پول تحت نفوذ مستقیم آمریکا است و آمریکا در واقع نقش بسیار مهمی و تصمیم گیرنده اصلی این صندوق هست و اگر آمریکا نخواهد در واقع وامی تصویب بشه قاعدتا اون صندوق ملالی پول نمیتونه که به اون کشورها وام بده از یک طرف این نفوذ آمریکا و اینکه آمریکا حالا بخواد تو این شرایط با ایران مدارا کنه کمک بکنه یا نه من شک دارم و بعید میدونم که لاقل الان دیگه آمریکا راضی بشه که مثلا همچین پول, پول رو در اختیار ایران بده مخصوصا اینکه ایران به حال در شرایط اپیدمی که بالای قرار داره و عملا دیگه نمیتونه این پول و این سرمایه در واقع پیشگیری بکنه از پخش شدن این ویروس توسط ایران و یا حداقل در درون ایران و مسئله دیگه که وجود داره از لحاظ فنی از موقعی که ایران وارد لیست سی FATF شده از به لحاظ فنی هم مشکلات زیادی وجود داره یعنی حتی اگه صندوق بخواد این پول رو به بانک مرکزی ایران هم بده عملا این پول میتونه بلوکه بشه توسط بانک های دیگه و میتونه در واقع ترانزکشن هاش از صورت نگیره و بلا استفاده برای ایران بمونه و این لیست سی میتونه نتیجه بسیار محل که برای این درخواست ایران داشته باشه و من فکر نمی‌کنم که نهایتا این درخواست بالاقل در کوتاه مدت به نتیجه عملی برسه آقای شوله سعدی به نظر میاد که مقام های وزارت خارجه ایران سعی می کنند که جنبه های انسانی ماجرا مشکلاتی که این ویروس کرونا برای ایران به وجود آورده رو پررنگ بکنند بلکه هم بخوان به یک خاستی برسن از این میان اونم برداشته شدن تحریم ها باشه در نامه ای که دیدی محمد جواد ظریف وزیر خارجه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نوشته و گفته که در شرایط فعلی این ویروس بهتر که تمام تحریم های آمریکا رفت بشه آیا سازمان ملل چنین خواهد کرد وارد میدان خواهد شد اساسا توانش رو داره ممکنه سازمان ملل همچین میلی داشته باشه ولی سیاست خارجی امریکا بلخص توی این سالهای گذشته از موقعی که آی ترامپ اومده نشون داده که خیلی توجه زیادی به سازمانهای های بین المللی نداره و تلاش به نظر اون سازمان ها رو خیلی به رسمیت نمیشناسه و نه فقط سازمان ملل سازمانهای های بین المللی یکی هم بودن که دولت آمریکا در واقع اینها رو خیلی به بازی راه نمیده و من فکر نمی‌کنم سازمان ملل عملا قدرت این رو در شرایط فعلی داشته باشه که بخواد بر آمریکا فشاری بیاره که آمریکا بخواد رفتارش عوض بکنه یا یعنی اینکه های ایران رو کم بکنه و من تعجب میکنم از نامه‌ای که آقای ظریف به دبیرکل سازمان ملل نوشته و خواستار لغو همه تحریم‌های آمریکا شده و در حالی که خب رئیس رئیس کل سازمان ملل نیست که تحریم های آمریکا رو وضع کرده که آقای ظریف میخواد ایشون تحریم ها رو لغو بکنه در نتیجه خب این اگر که روی صحبتی باشه باید بیشتر با کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگه باشه که بتونن توی شرایط فعلی به ایران کمک بکنن هرچند من فکر میکنم استفاده دیپلماتیک و سیاسی در واقع از این اپیدمی که ایجاد شده یک مقدار دیرهنگام هست به این دلیل که تا الان خب اروپا بلخص دچار این ویروس به صورت گسترده نبود و نگاه ها به سمت ایران بود ولی الان چندین روز هست که خود اروپا هم به صورت شدیدی دچار درگیری های مربوط به کرونا شده و در واقع توجه زیادی به بقیه دنیا نخواهد کرد عملا من فکر نمی کنم دیگه حالا نگاه مستقیم به ایران داشته باشه و مشکلات و مزلات ایران دیگه برای حتی اروپا هم اهمیت داشته باشه و توی شرایطی که کل دنیا رو در بر گرفته این استفاده از در واقع مسائل مربوط به حقوق بشر و آسیب های اجتماعی و اینها من فکر نمی کنم که در عمل خریداری واقعا داشته باشه توی کوتاه مدت شاید در بلند مدت حالا بتونن امتیازات رو ایجاد بکنن ولی اثر کوتاهی که میتونه داشته باشه اینه که شاید کشورهای حاضر بشن یک سری مواد اولیه و ابزارها و وسایل اولیه پزشکی رو لاقل به ایران به صورت سریع برسونن کما که, که در هفته گذشته ما دیدیم یه مقداری کیت های تست کرونا برای ایران ارسال شده یک فکر کنم اکسیون های اینطوری شاید بعضی از کشورها انجام بدن و به ایران با استفاده از مافیات هایی که آمریکا در واقع برای مسائل انسان دوستانه سر تحریم های ایران بس کرده از این استفاده بکنن و بتونن مواردی رو و مسائلی رو به ایران ارسال بکنن حتی چند ارسال اینها دچار این ها مشکل هست که در کل دنیا فعلا بوده این در واقع ابزار وسایل وجود گفتگو میکردم با محمد جواد شوله سعدی کارشناس حقوق تجارت بین الملل در پاریس بسیار خوب. نظر شما درباره موضوعاتی که تا اینجای برنامه شنیدید چه هست هم درباره حمله نظامی ارتش آمریکا به پایگاه های به حزب الله در عراق گزارش شنیدید گفتگو شنیدید و هم درباره گسترش ویروس کرونا در جهان و در ایران همسر نخست وزیر کانادا جاستین ترودو همسر او تازه ترین مورد مشهوری است که در جهان مبتلا به این ویروس شده در ایران هم علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران گفته شده که در قرنطینه است حالا نتایج آزمایشات او بیاد ظاهرا تمام شواهد و قرائن بر این بوده که او هم کرونا گرفته بگید که چه فکر میکنید بی بی سی شما در تلگرام جایی که میتونید پیام بدید خیلی سریع به دستمون میرسه میتونم با مخاطبین برنامه در میان بگذارم و همینطور پای پخش زنده برنامه در فیسبوک منتظر پیام های شما هستم دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بام دادی atbbc.co.uk 2044 370 412 22 22 روز جمعه است و مطابق معمول همه جمعه ها بریم سراغ آقای بهنود محمود بهنود روزنامه‌نگار در لندن با بخش اول مرور مجلات این هفته بررسی مجلات این هفته رو آغاز کنیم با ایران فردا شماره پایان سال و بعد بریم سراغ حرف هنرمند اون هم شماره پایان سال در سرمقالش ایران فردا نوشته است که با انتشار نتایج انتخابات از طرف وزارت کشور 48 ساعت پس از پایان روز رأیگیری همونطور که انتظار میرفت میزان مشارکت خیلی کم شد و پایین آمد مشارکت حق انسانی است و از نظر انسان شناختی به آزادسازی و اعتماد به نفس خیشتن و از نظر کاربردی به بسیج و نقشافرینی توده ها در سرنوشت خودشون میرسه به این ترتیب میرسیم به اینکه آقای بزاد حقپناه مقاله خودش رو در شروع مجله اختصاص داده به کرونا معتقد است ویروس ها مثل همه موجودات برای ادامه حیات و بقای خودش ناچار به اصلاح و تکامل و تغییرند برای سومین دهه است که یک کرونا ویروس وحشی حیوانی قادر به آلوده کردن جمعیت انسانی و تطبیق خود با زیست انسان داده این ویروس اولین بار در فردی که از حیوانات غیر معمول میخورده در چین دیده شده به شهری که میدونیم به برابر این آقای اقمن و استاد دانشگاه اشاره میکنه به اینکه این در زندگی روزمره مردم چه اتفاقی داره حالا وقتی از این میگذریم قندریز یک مقاله نوشته آقای علیزا قندریز درباره اینکه بحران کرونا و فقدان حکرانی خوب به نظر میرسه به موضوع مهم اشاره میکنه اعضای دولت و حکومت مدام گله میکنند از بابت اینکه چرا مردم توجهشون به مدیاهای دیگری است و توجه به سخنان حکومت و احیانا مدیاهای خود حکومت ندارند و در حقیقت باید گفتش که فرزند شروع میشه که آنچنان آشفتگی در بین آمارهایی که داده میشه چه مستقیم چه غیر مستقیم داده میشه که عملا اعتماد به آمارهای رسمی از بین رفته است و در این مورد به خصوص ممکنه که آمارهای شفایی کمی اقراق دوش باشه ولی به هر حال آمارهای رسمی هم بهش اعتمادی نیست و باید حق داد به مردمی که از این بابت نگران حرف راجبش به اما آقای صمیمی سردبیر مجله به عنوان ویروس پنهانکاری و همین موضوع پرداخته میگه پنهانکاری کرنوایی و دروغ پدیده جدیدی در کشور ما نیست کوروش کبیر هم دروغ و بحران اقتصادی را عامل فروپاشی دانسته بود دروغ و درویی گفتمان غالب بر رسانه های رسمی است و اکثریت مردم با چشم و گوش خودشان موارد متناقض رو با اخبار رسمی شاهدند به این ترتیب آقای سمیم معتقد است که حکومتگران چه بپذیرند چه باز هم در انکار بکوشند این ویروس به تدریج و ته چاردهه سازه های این امارت و امارت را جویده و ستونها و نظامات آن عملا فروپاشیده است نگاهی نگرانی و شاهد نگرانی است که در کل مجله وجود داره اما اجازه بدیم بریم به حرف هنرمند شماره 74 روم این نشریه محترم هست فصلنامه حالا دیگه هستش و آخرین شماره امسال این شماره رو روی جلد یک تصویر میبینیم با نوشته دیدنده خب چرا این ظاهر شده به خاطر اینکه موضوع اصلی این شماره که بهش در یک بخشی از مجله که ایده فصل اسمشه اونجا داده شده زبان تصویره تصویر خودش یک زبانی داره من ممکنه بتونم یه ایرادی بگیرم بگم که بخش به این مهمی حد اکثرش ترجمه هستش ولی متوجهم که برای اینقدر موضوع جدی و اختصاصی واقعا شاید انقدر نشه منو به در هر ماهی یا فصل یک بار به نوشته داخل فراهم کرد بنابراین این عیب نیست به خصوص که تو چهرهای بعدی جبران میکنه مجله تو صفحات بعدی دارم میخونم یک ای بر تاریخ فرهنگ و هنر ایران که این گفتار چندوم البته نوشته یه آریاس به دادبه هست و البته درس گفتاره ولی بسیار خوندنی است برای کسایی که به خصوص تو این موضوع دخالت دارن من پیشنهاد میکنم که ببینید در بخش رپورتاج مجله گزارش خوبی خوندم با عنوان خانه پدری مریم صادقیان نوشته و گزارشی راجع به وضعیت سمپوزیوم مجسم سازی تهران که چند ماه پیش بود و به هر حال کتاب که در این زمینه اومده شماره پرباری است ولی منتظریم که در سال آینده مشکلاتی که الان وجود داره برای همه وجود داره برای همه نشریات وجود داشته کم و بیش سر سامان بگیره و از جمله حرف هنرمند هم برگرده به جایگاه بسیار بزرگ و بسیار خواندنی همیشگی خودش با هم نگاه گذرا کردیم به ایران فردا و حرف هنرمند با مسعود بهنود روزنامه نگار در لندن بودیم بسیار خب نگاهی داشته باشیم بر سرخط خبرها ارتش آمریکا ساعتی پیش تأسیساتی مرتبط با گروه شبه نظامی کتایب حزب الله در عراق را هدف حملات هوایی خود قرار داده پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید این گروه شبه نظامی وابسته به ایران مسئول حمله راکتی دو شب پیش به یک پایگاه نظامی در شمال بغداد است که منجر به کشته شدن دو نیروی آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی شده ویروس کرونا همچنان در کشورهای مختلف جهان قربانی میگیرد شمار کشته شدگانش هم بالا رفته در آخرین ساعت قبل از اجرایی شدن ممنوعیت جدید آمریکا برای ورود پروازهای اروپایی به این کشور عده بسیاری در فرودگاه اروپا تلاش می کنند که خودشان را در آخرین پروازها جای دهند دیروز رئیس جمهوری آمریکا آن را این تصمیم را اعلام کرده که همه پروازها از اتحادیه اروپا به آمریکا به مدت یک ماه لغو می و فقط بریتانیاست که از این قانون مستثناست و در ایران درباره کرونا بشنوید که آیت الله خامنه ای میگوید این احتمال مطرح است که شیوع ویروس کرونا در این کشور حمله بیولوژیکی بوده باشد او این فرضیه را در فرمانی مطرح کرده که خطاب به رئیس کل نیروهای مسلح ایران برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا نوشته بود سپاس از اینکه تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید در ادامه برنامه با ما باشید به بحران مهاجران در مرز یونان میپردازیم بخش دوم بررسی مجلات رو خواهیم داشت و خبرهای ورزشی مفصلی هم براتون داریم با ادامه بحران مهاجرانی که از ترکیه راهی یونان شدند اتحادیه اروپا حالا اعلام کرده که به هر پناهجویی که در اردوگاه های یونان همین حالا مستقر است دو هزار یورو برای بازگشت داوطلبانه کمک خواهد کرد این اتحادیه میگوید 5000 پناهجو در این اردوگاه ها واجد شرایط بازگشت داوطلبانه خواهند بود و تنها یک ماه برای پذیرش این طرح مهلت خواهند داشت در همین حال آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا 100 نیروی مرزبان را برای مدیریت بحران در مرز یونان و ترکیه اعزام کرده است مهروش پورزیایی خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد یلوا جانسون مقام ارشد اتحادیه اروپا با اعلام طرح پاداش نقدی در برابر بازگشت داوطلبانه مهاجران حاضر در اردوگاه های یونان گفته این طرح تنها شامل کسانی می شود که پیش از اول ژانویه سال میلادی تازه وارد یونان شدند. دولت یونان با این پیشنهاد موافقت کرده است. خانم جانسون در این حال گفته که هفت کشور عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند حاضرند دستکم 1600 کودک را که بدون همراه بزرگتر و در شرایط بدی در اردوگاه های یونان زندگی می کنند بپذیرند. فرانسه، آلمان، پرتغال، لوکزامبورگ و فنلاند در این فهرست قرار دارند. از زمانی که ترکیه مرزهای خود را برای خروج پناهجویان باز گذاشته، هزاران نفر برای ورود به اروپا پشت مرزهای یونان جمع شدند. سازمان پزشکان بدون مرز که از نهادهای امدادگر فعال در جزایر یونان است، میگوید نزدیک به چهارده هزار پناهجو در منطقه هستند و بیشترشان کودکند اردوگاه های موجود در جزایر یونان برای شش هزار نفر طراحی شدند اما در حال حاضر نزدیک به چهل و هزار نفر پناهجو در آنها زندگی میکنند استفن اوبرتی از این نهاد در گفتگو با بی بی سی شرایط این مراکز را وحشتناک و پرتراکم توصیف کرده و میگوید ساکنان این مراکز در وحشت دائم زندگی می کنند و دسترسیشان به برق و حمام و توالت بسیار محدود و ابتدایی است. بیشتر پناهجویان سوریانی هستند که از ترس جان خود کشورشان را ترک کردند، اما برخی نیز از کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان آمدند. سازمان های امداد میگویند بازپس فرستادن پناهجویان به سوریه بسیار خطرناک است، اما بازگشت به کشوری مانند پاکستان امتر به نظر می رسد. یونان در واکنش به موج پناهجویانی که پشت مرزهایش در انتظار درخواست پناهندگی پروسه ثبت نام پناهندگان را برخلاف مقررات سازمان ملل متوقف کرده. سازمان های امداد بین المللی این اقدام را محکوم کردند. روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پارلمان این کشور یونان را متهم کرد که با پناهجویان مانند نازی ها رفتار می کند و گفت تا زمانی که اتحادیه اروپا تمام خواسته های این کشور را نپذیرد مرزهای خود را باز خواهد گذاشت. ترکیه در سال 2016 برای پذیرش پناهجویان با اتحادیه اروپا توافق کرد اما میگوید تمام 6 میلیارد دلار وعده شده در توافق را دریافت نکرده است مرزبانان یونان پنجشنبه شب هم برای متفرق کردن پناهجویان به شلیک گاز اشکاور و لوله های پرفشار آب متوصل شدند روزنامه نیویورک تایمز روز سهشنبه با انتشار گزارشی خبر داد یونان پناهجویانی را که در چند هفته گذشته وارد خاک این کشور شدند در بازداشتگاه های مخفی نگهداری می کنند. جایی که نه دسترسی به وکیل دارند و نه می توانند درخواست پناهندگی کنند. یونان این اتهام را رد کرده است. مهنوش پورزیایی گزارش میداد. همینجا فرصت هست که بریم سراغ بخش دوم بررسی مجلات این هفته با مسعود بهنود روزنامه‌نگار در اصخایی میکنم بابت مشکلی که پیش اومد قبل از بررسی بخش دوم مجلات این هفته بهتر که یه نگاهی بندازیم بار دیگر به افغانستان یک موردی داریم یک گزارشی داریم که رشته گزارش هاییست از دیروز بخش اولش شروع شد درباره نقاشی در هرات که سابقه چند صد ساله داره اما نقش زنان در طول تاریخ در این عرصه هرگز به اندازه دو دهه اخیر پررنگ نبوده یکی از این زنان نقاش یکی از این زنان نقاش پروانه نبیزاده است او میگوید علاقمند است هنر هنرش تابع قیود نباشد اما در جامعه ای که زندگی می کند دوست دارد به سبک معتدل و با در نظر گرفتن پسند مخاطبان نقاشی کند محمد قاضی به کارگاه او رفته و این گزارش را فرستاده در سال که کار میکنم همین محیط هم در نظر دارم او به شیوه آبرنگ و به سبک رعال یا واقعگر را کار میکند روی کاغذ نچندان بزرگ چهره دختر را نقاشی کرده که قطیفه بر سر ندارد اما نگاهش معصوم و حاکی از تفکر عمیق است آرایش خفیف در چهرهش پیداست اما از جواهرات گردنبند و دیگر تزئینات زنانه چیزی دیده نمی شود یک زن آراسته با نگاهی مسومانه میتونه خیلی قواد داشته باشه در اتاق کار خانم نبیزاده یک تابلوی بسیار بزرگ بخشی از دیوار را پوشانده قسمت بالای تابلو چهره زن است با سر برهنه و لبخند ملی قطیفه بر سر ندارد اما پیراهنش بلند است و نشانه از سبک اروتیک یا آریان در آن دیده نمی شود نیمه پایین تابلو مسابقه بسکشی را نشان می دهد چند مرد سوار بر اسب در حال کشاکش و تقلا برای پیروزی اما آوردن چهره یک زن چه ربط به پسکشی دارد ولی این خیلی حرف داره حرف از این که خانمایی که من خانم مثلا به هم ریخته و جودیده و یا کار نکردم یا خیلی خانم خیلی پاک و و با موی مجلل یا موی مکول یا چهره زیبا ولی همین خانم هم که هستن کلا خانم هم. چیزی که بدل دل دارن نمیتونن بروز کنن و عین همین بوسکشی که من افغانستان کلا نشون میده این یک مسابقه یک برنده برنده باید بشه. پروانه زاده به کار متدل در زمینه نقاشی بین همکارانش شناخته شده است. او بیشتر پروای زوق مخاطب را دارد. اما چرا؟ برای بله همین که مشتری میایه چون او هم در همین محیط زندگی میکنه محیطی که خود ما تقریبا زندگی میکنیم و زیاد از این نمیکنیم فراتر بریم او هم همین طبقه بیشتر میپسنده و همین هم پسند که چیزی که به خونه همه باشه به فروشگاه باشه یا دیگه مجر هنری نگی باشه و همین میپسندن بیشتر محیط کارم پس از این از این روش نتیجه گرفتن تابلوهای شما فروخته میشه کسی میخره در خانه ها گذاشته میشه چون معمولا اکثر هنرمندا شاکی هستند از کسادی بازار شما چطور منم یکی از اونها هستم مثلا شاکی هستم چون که به شهر ما زندگی میکنیم یعنی هرات کلا جنگ تاثیر گذاشته به زیاد توجهی به اون ندارم و ما هم کار میکنیم از محیط دانشگاه یا محیط افغانستان دیگه جایی نمیره فقط کسی که میای به عنوان خریدار جای خیلی ارزان بخره و ما قانی نباشیم به قیمت که مشتری مانیم در طول تاریخ نقاشی در هرات حتی نقاشان مرد از کسادی بازار و محدودیت های خاصه که بر هنر تحمیل می شده شاکی بودند این دشواریها برای زنان نقاش حتی اگر در عصر مدرن و حاضر هم زندگی کنند چند برابر می شود چاره چیست خانم نویزاده می گوید هنرمندان افغان و آثار آنان در بیرون از کشور اصلا شناخته شده نیستند چیزی که جلب پیشرفت آنان را می گیرد. مشکل ما همینه که ما نمیتونیم به خارج از کشور سفر داشته باشیم یا بریم یا کسی ما دعوت کنه یا بریم ورکشاپ بدیم سمینار بدیم به خارج خیلی یه برای ما تاثیر داره و برای دلگرمی و برای تشویق و برای پیشرفت اونم خیلی تاثیر داره در محیط کار میکنیم فقط دانشگاه نمایشگاه میدیم به دانشگاه و بیرون از دانشگاه ما دیگه جای مونیمی نداریم که بتونیم اونها معرفی کنیم میگویند شعر نقاشی با کلمات است شاعر در یک بیت درد دل هنرمندان را این گونه بیان کرده روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان بخت سیاه اهل هنر سبز می شود خانم نبیزاده هم آرزومند است که روزی بخت سیاه اهل هنر سبز شود یک روز میگم شاید حرف بزنه نکاشی می شاید. به جایی برسه شاید این هنر می محمد قاضی زاده گزارش میداد فرصت هست که چند تا پیام کوتاه رو براتون بخونم امید گفته رهبر جمهوری اسلامی اول گفت کرونا توطئه دشمن برای انتخابات بعدش گفت بلای آسمانی و زودگذره حالا هم ادعا میکنه که حمله بیولوژیکه احتمالاً چهار روز دیگه هم میگه کرونا یک فرصت بود که ما از دستش دادیم رضا میگه عامل حمله بیولوژیکی مورد نظر رهبری هواپیمایی ماهان و سازمانهایی بودن که مسافر از چین به قم علی تمام مخالفت هایی که میشد و برخلاف تمام شرکت های هواپیمایی مسافربری عمل کردند و چین رد و بدل میکردن کاربر دیگری برامون نوشته که به اسم حسن تا موشک به تهران پایتخت نزدن در زمان جنگ جنگ پایان نگرفت حالا هم تا زعمای مملکت کرونا نگرفته بودند آش همین بود و کاسه همین هاشم میگه به نظرم محمد جواد ظریف چنان چه دلسوزی واقعی برای مهار کرونا داشت اگر دلسوزی واقعی برای مهار کرونا داشت به جای نامه غیر مرتبط به دبیر کل سازمان ملل باید نامه مستقیم به مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میداد و جواد گفته که امروز در جهان بهترین راه قطع چرخه انتقال ویروس کرونا قرنطینه در داخل خانه است اون هم حتی در داخل خانه با فاصله دو متر از سایرین واقعا اسخای میکنم که وقت نشد سایر پیام ها رو براتون بخونم بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز وزن دنیا مجله ای که قرار بود ماهانه خب خبرهای ورزشی امروز به عهده پوریا جافره است که خبرهای مفصلی هم برامون داره بشنویم با هم امروز پوریا چه تهیه کرده بله اخبار ورزشی امروز ما کاملا اختصاص داره به اتفاقایی که ویروس کرونا داره تحمیل میکنه به دنیای ورزش و به نظر میرسه که حتی همین اخبار ورزشی که صبح ها از رادیوی بی بی سی فارسی میشنوید تو این روزهای پیش رو حداقل تا پایان فروردین ماه و بعد از سپری کردن عید نوروز هم اکثر روزها به همین مسئله اختصاص داشته باشه احتمالا بیشتر خبرایی رو براتون میاریم در مورد ورزشکارایی که کرونا گرفتن یا مسابقه که کنسل شدن یا مسابقه که قراره که اثر گرفته بشن برای بررسی بیشتر این موضوع مهدی رستنپور خبرنگار ورزشی از دانمارک با ما هستند مهدی من واقعا یادم نمیاد مسئله پیش اومده باشه در جهان که تا این اندازه دنیای ورزش رو تحت تاثیر قرار داده باشه و یکی از سرگرمی های ما رو یعنی کل بشر رو ازش اینطوری بگیره درود پوریا کاملا درسته بعد از جنگ جهانی دوم چنین تجربه ای رو ورزش دنیا نداشته و جالبه که به تدریج کشورها بهش اضافه میشن و هر کشوری در ابتدا مقاومت میکنه مسابقاتش رو میخواد برگزار کنه بعد میگن رخگن رو حالا میبندیم به روی خبرنگارا تماشاچی رو راه نمیدیم و در نهایت هم ناگزیر میشن تعطیل کنن اتفاق جالب اینکه که من امروز صبح داشتم ان بی ای نگاه میکردم بازی دالاس دنور و وسط بازی در حالی که خب چهار تا بازی داره همزمان انجام میشه بعد دو تا بازی هم سر صبح داریم به وقت اروپا و آسیا وسط بازی مشخص شد که تام هنگس مبتلا شده به ویروس کرونا و بلافاصله فاصله اعلام شد که رودی گوبرت بازیکن سنتر تیم یوتا هم کرونا گرفته و همین کافی بود که باز لیگ متوجه بشه که کرونا فقیر و غنی نمیشناسه و هیچ راهی برای کنترلش وجود نداره غیر از اینکه مسابقات رو تعطیل کنن و همین کار اون دو تا بازی بعدی برگزار نشد و بعد مشخص شد که دانوان میچل دیگر بازی کنه بلند آواز یوتا هم اونم به کرونا مبتلا شده و اتفاق عجیب اینه که رودی گوبرت در نشست خبری دستاشو مالیده به میکروفون و رفته در رخکن هم رو در آغوش گرفته این مسئله که مهدی مطرح کرد و ویدیوش در شبکه های اجتماعی هست وقتی که بازیکن تیم یوتا که از او پرسیده میشه که بیماری کرونا داره شروع میکنه دستمالی کردن تمامی میکروفون های شبکه های تلویزیونی مختلف واقعا صحنه عجیبیه از اینکه که دیروز مشعل المپیک در دامنه کوه المپیا بدون حضور تماشاگران برگزار شد البته یک نشستی بود بین نخست وزیر ژاپن و مسئولین ورزش این کشور فرماندار توکیو گفته که بازی های المپیک به هیچ عنوان لغو نخواهند شد یک سری از مسابقات المپیک ولی به دردسر افتادن مهدی چه جزئیاتی داری در مورد مسابقات گزینشی به خصوص اونهایی که ایرانی ها میتونن ازشون سهمیه کسب کنن برای المپیک 2020 با توجه به تجربه ای که به طور مثال خود ما ایرانی ها داریم حدود دست کم یک ماه و بیشتر با کرونا درگیر هستیم میدونیم که کسی نمیتونه چنین اظهار نظری کنه و تضمین بده که من تحت شرایطی برگزار میکنم یا باید برگزار بشه بایدی وجود نداره وقتی ما میبینیم که صدر اعظم آلمان میگه ممکنه 70 درصد جمعیت کشور مبتلا بشن یا در دانمارکی که من زندگی میکنم برآوردها ها کی از اینه که اداره بهداشت دانمارک میگه که دست کم نیم میلیون نفر مبتلا خواهند شد به این ویروس و حتی تخمین هم زدن تعداد قربانیان احتمالی را به هیچ وجه این مسئله جای شوخی نداره ورزشکار و غیر ورزشکار نمیشناسه و میدونیم که چقدر این مسئله برها چون هر روز درگیرشیم به نسبت بسیاری از کشورهای دنیا تجربه عینی و مشاهداتی بیشتری داریم در خصوص المپیک هم جالبه به طور مثال خود بلژیک قرار بود از امروز صبح رقابت های گزینشی تکواندو اونجا برگزار بشه تا دیشب اصرار داشت که انجام میشه و شرکت کنند هم وقتی پرسیده بودن گفته بودن باید بیاید و نمیتونید که لغو کنید اصلا غیر قابل لغو ما تماشاگرها رو راه نمیدیم ولی در نهایت دیشب ایمیل زدن به شرکت کننده و گفتن که ناگهان لغو شده و نیایید و بسیاری از رقابت های گزینشی اصلا معلوم نیست چطور خواهد شد آیا تا المپیک میتونن برگزار کنن یا نه چون پویا همونطور که میدونی بعضی رشته ها گفتن اگر نتونیم اون مراحل مثل کاراته اون مراحل آخری رو مبنا قرار میدیم و همونا میشه گزینشی که خب خیلی معترضان میگم خب ما برنامه ریزی کردیم که بتونیم تو مراحل آخر سهمیه بگیریم و این اعتراض درستی هم ولی به طور کلی خود المپیک اصلا همین مشعلی که روشن کردن آیا قرار مثل هر دوره اون مسیر رو در خیابان ها باش تهی کنن اصلا هیچی مشخص نیست خیلی ممنون از مهدی رستنپور اینم اخبار ورزشی غیر عادی ما بود که کاملا تحت شعای ویروس کرونا قرار گرفت بسیار خوب نوبت رسید به مطلب پایانی برنامه امروز بخش دوم بررسی مجلات این هفته با مسعود بهنود روزنامه‌نگار در لندن وزن دنیا مجله‌ای که قرار بود ماهانه باشه بعداً فصلنامه شد البته درباره شعره و چنانکه می‌دونیم شعر است دیگه تقسیم بندی داره که قبلا هم براتون گفتم به استانهای مختلف تقسیم کرده و شاعرای هر کدوم از استان رو معرفی میکنه البته بیشترشون کسایی هستن که کتاب شعر داشتن ولی اگه کتاب شعر هم نداشته باشن ظاهرا مشکلی نداره و بنابراین بسیار از کسانم هم اولیشون بوده معرفی شده و الحق شعرهای خوبی خوندیم و الحق دریچه خیلی خوبی باز شده برای اینکه بفهمیم آیا این حرف درسته که شعر مرده در ایران یا نه بسیاری از شعرهایی که در شهرهای دور بلوچستان کردستان کرمان خوانده میشه از کسایی که قبلا هم چیزشون نخوندیم بسیار شعرهای خوبی است اما اون چی که اول منجله با شروع میشه عبارت است از سرمقاله پوریا سوری سردبیر معتقد است که امسال سال سختی بود سال شکم گرسنه و امیدهای نومید و دستهای لرزان و کلیدهای شکسته و مشتهای گره کرده و باز هم مشتای گره کرده و وا شده کاسه شده و تنهای بی جان و های شکسته و قامتهای شکسته و نمازهای شکسته و گورهای سرد و غمهای آماس کرده بر جانی هزار زخم که عجیب است با این همه باز نفس میکشیم و زیر لب می گوییم چه امید ماند چه امید مانند رو قرض گرفته های سوری از تیکه ای از ب... تاریخ بحقی. اون اونجایی که بیهقی شرح این را میگوید که حسنک وزیر بردار است و جسد او بردار مانده و کسی جرأت نمیکنه که اون جسد رو پایین بیاره و مدت مدید میماند و اونجاست که او آخر سر میگه به چه امید مانند اما اون تقسیم بندی که عرض کنم مجله داره تا میرسه به یه بخش عمده ای که روی جلدش هم تشکیل داده و اون هم دکتر نیست دکتر رضا برانی از اول دهه چهل که از درسش تموم شد از ترکیه اومد به ایران از همون اول به فاصله نزدیک یک چهره فوق العاده شناخته شده شد به دو دلیل یکی به دلیل سوادی که داشت نقد ادبی خونده بود و نقد ادبی قبل از اینکه او بیاد انقدر در عمومیت ارزش نداشت بلکه آدما بر اساس اینکه استاد دانشگاه هستن یا سنشون بالاست نقد میکردن و نقد علمی نبود بنابراین خدمت بزرگی کرده است او از این جهت و بعد هم که دیگه وارد صحنه شد بسیار تند و تیز و شلاق کشید بر پیکره ادبیات و شعر و هر آنچه خواست رو گفت و انجام داد و, و بعد هم خدماتی که به ادبیات و به طور کلی به هنر و ادبیات ایران کرده است و اما آزما که مثل همه شماره ها ماهنامه فرهنگی اجتماعی است که حالا رسید دست به شماره فروردین پیش از زید منتشر میشه ویژه نامه هنر ادبیات هست و نام های مشهوری را از نویسندگان قصه های خوب تا شاعران خوب رو میخونیم و گزارش های خیلی خوب یکی از گزارش ها درباره جعل هست مدت بود در انتظار بودم که این داستان جعلیات در مورد ادبیات و شعر که در شبکه های مجازی هست بالاخره یه جایی یک گزارش ازش تهیه بشه ما چقدر چیزای قلاوی بخونیم از قول شکسپیر از قول جان سارت از قول هر کی که فکر کنیم فردوسی فروغ فرخزاد فر و دیگران این گزارش حسن خیلی خوبی که داره این است که بسیار از کسایی که مضمون این ماجراها بودن رو باشون حرف زده کسی که شعرش رو به اسم حسین پناهی چاپ کردن متعدد هم از این کارا میشه مدام شعرهای شاملو دیگر میشه هی بعد باید زیرش برای این اون بنویسی که نخیر این مال شاملو نیست این مال فروغ نیست این مال فلان نیست ولی همینطور در این شبکه مجازی در بالاخره این کار به کجا میکشه و یه بخشی از مجلم که روی جلدش به اون اختصاص داره اختصاص داره به محمد شجریان چرا نه امسال سالی بودش که به خصوص شش ماه آخرش خیلی بحث و گفتگو راجع به شجریان با نگرانی های مختلف بود سردبیر یعنی آقای در مقدمه این مجله هم یه یادداشتی داره یادداشت سالانه میگه قدم میزنم قدم میزنیم سالهاست در اتاقی به قاعده همه ما که درانیم از سمتی به سمت دیگر از دیواری به دیوار دیگر رو میکنیم از کنجی به کنجی میخزیم و از پنجره‌ای که آسمان را نشان ما میدهد به بیرون نگاه میکنیم این همه رو میگوید ایشون که برسه به اینجا که روزگار روزگار خوبی نیست و حالا دوباره تقویم ورق خورده از سالی رفته سالی بد و تلخ و سالی دیگر در راه است سالی که نمیدانیمش بس که به رو رو فکر نمی کنیم نمی دانیم. حتی احتمالات را هم نمی بینیم فقط می دانیم سال نو شد تا خورشید 365 بار دیگر طلوع کند و سال نو شده کهنه شود با هم نگاهی گذرا کردیم به دو تا نشریه هر دو معتبر وزن دنیا و آزما. خیلی کوتاه فرصت داریم که یه پیام دیگه هم براتون بخونم از هادیس که گفته ایران از سلاح بیولوژیکی جهت برون رفت از تحریم، تورم ها و ناکارآمدی خود در امور اقتصادی استفاده میکنه او پیامش رو اینطور تموم کرده که نفت سی دلار شده ارزش صادرات نداره و این خواسته ایران بود. ممنون از اینکه تا پایان چشمانداز بامددی بامدادی امروز ما رو همراهی کردید. اگر با ما باشید هشت صبح تهران برمیگردیم با مجموعه از تازه‌ترین خبرها. ناصر مدنی هستم به اتفاق محمد صبایی. اگر ما رو ترک میکنید روز خوبی براتون آرزو میکنم.